شلوم و برخا به تمام برادران و خواهران و دوستان عزیزم در سراسر دنیا. این یک موضوع بسیار بسیار مهم و واقعا ارزشمند هست. این کاری که دوست عزیزمون یورام فاخریان این کار را کردن و همه را مزکی می کنن به دیوره تورا از سر تا سر دنیا و این زخوت بسیار بزرگی هست و انشالله که خداوند مزد خوبی و احسان ایشون را به خوبی بهشون بده که یک اشت خیل دیگه هرچه زودتر بهتر بهشون بده و خانواده‌ای بر روی پایه ها و ارکان قدوسیت و تورا بسازن. آمین کنیه ایراتون. اوکی، ما سخن امشبمون در مورد خسد که به فارسی ما اونو میگیم احسان. احسان و این کلمه خسد در تورا بی شماره به ذکر شده. در مزمور لدوید ما میفرماد اخ تو و خسد یردفونی کل یمه خیای. من امیدوار هستم که خدا اون تو و خسد، تو یعنی خوبی، خسد یعنی احسان، خوبی و احسان خداوند همیشه مرا دنبال بکنه، یعنی من همیشه در برابر خوبی ها و احسان خداوند باشم. ولی میدونید در لاشون قدش، در زبان مقدس عبری، ما هیچ چیز نمیتونیم بگیم که کلمه مترادف بین هر حرف و هر کلمه تفاوت زیادی وجود داره و عوالم وجودی بسیار بزرگی وجود داره. پس تفاوت تو یعنی خوبی و خسد و احسان خداوند چی هست؟ و در زهر قدوش اینجور توضیح میده، میگه اون تو، اون فرمان خوبی که در آسمان در شمعیم اون را میخواند به یک شخصی یا یک جامعه ای ارزانی بکنن، اون میشه خوب. ولی احسان چیه؟ احسان موقعی که اون خوبی تابش میکنه و به زمین میتابه، فرود میاد، این خوبی محصول میاره. این تفاوت خوبی و احسان هست. خوبی یعنی یک در فکر، در شمعیم پتانسیال، و خسد یعنی انجام و به محصول بار آوردن. و این منظور الهی برای آفرینش جهان همین دو موضوع هست. یعنی در حقیقت قبل از آفرینش جهان فقط خوبی بوده، تو بوده، و برای اینی که خداوند میخواست که این خوبی را
در دنیا به کار بندازه و محصول از این به دست بیاره، دنیا و جهان را آفرید به این صورتی که بتونه به همه خوبی خودش را، احسان خودش را نشون بده و به عمل بیاره. و توجه بکنید که اگر ما توجه بکنیم میبینیم که تمام زندگانی، تمام موجودات، تمام عمر انسان به این صورت ساخته شده که فقط و فقط ما احسان و خوبی میکنیم. چطور؟ که یک پدر و مادر وقتی که صاحب یک بچه ای میشن، این بچه هیچ کاری نمیتونه بکنه و اگر پدر مادر به این بچه نرسن، این بچه از دست میره. و ما پدر و مادر موقعی که میان و به بچه رسیدگی میکنن، هر لحظه و هر لحظه مادر به بچه شیر میده، بچه موقعی که ناراحت، پدر یا مادر بچه رو در دست میگیرن و اونا آرامش میکنن، به اینی که شب بیدار میشن و به بچه رسیدگی میکنن، همه اینها احسان هست، همه اینها خوبی هست و احسانی که ما داریم به یک شخص ناتوان. و با این که فرزندمون هست، با این که به قول معروف قطعه جگر دلمون هست، ولی همه اینها احسان هست و دنیا به این صورت آفریده شده که ما بتونیم با هم احسان بکنیم. حال در حقیقت در دنیا یک تعادلی وجود داره، خوبی در برابر بدی، از خودگذشتگی در برابر از دیگران گرفتن و چپاول کردن، ظلم کردن. و به همین دلیل وقتی که ما نگاه میکنیم، موقعی که خداوند انسان را آفرید و اون دوره های اولیه، دوران نوح، میبینیم که مردم 1000 سال، 900 خورده ای سال، کسی اگر جوون مرگ میشد، اگر 700 ساله میمرد، این جوون مرگ شده بود. و در دوران نوح میبینیم که خداوند طوفانی آورد و همه بشریت را و همه جهان را، همه حیوانها را نابود کرد. چرا؟ چون که در تورا میفرماد، نکته اول را دوباره ذکر بکنیم، چرا اون موقع مردم 700، 800، 900، 1000 سال عمر میکردن؟ به خاطر این بود که خداوند به انسان این موقعیت را داده بود که در عرض این زمانهایی که در این دنیا هست بتونه اون ارزش‌های روحانی و اون پرورش نشاماش را، روحش را در این دنیا در ضمن این سالهای بسیار بیشتر و بیشتر و بهتر و بهتر و بزرگتر و بزرگتر به دست بیاره. و موقعی که انسان‌ها اومدن از خداپرستی و از کمک و احسان به دیگران فقط و فقط به خودشون تمرکز کردن و به دنبال اون
لذت‌های جنسی خودشون و لذت‌های بدنی خودشون رفتن و از همدیگه چپاول می‌کردن، با اینکه اینقدر فراوانی بود و راه خودشون را گم کردن، یعنی همجنسگرایی، و اینقدر قدرت لذت انسانی در اون دوره زیاد بود که آدم بدنش به اون صورت ساخته شده بود که قدرت‌های بسیاری داشتن، لذت بیشتری می بردن. ما این غذایی که می خوریم و خیلی هم خوشمزه، خیلی هم مطبوع و دلپذیر، ولی در حقیقت در اون دوره ها تمام قدرت های بدنی انسان خیلی بیشتر و بزرگتر بود و اونها به جای اینی که استفاده بکنن از این قدرت های بدنیشون برای رسیدن به عوالم بسیار بزرگ و روحانی، اومدند و استفاده می کردن از این قدرت های خودشون برای لذت و برای جمع‌آوری ثروت و رسید به اون موقعی که و تیماله هارتس خماس، تمام جهان پر شده بود از ظلم. ظلم از دیگری چاپیدن، قاپیدن، گرفتن و فقط و فقط رفته بودن به دنبال اون لذت‌های بدنی و به همین دلیل خداوند 120 سال به توسط نوح این فرصت را داد که نوح 120 سال یک کشتی ساخت و اینها نفهمیدن و قبول نکردن و نوح را مسخره می‌کردن و به این صورت هست که خداوند به ما این قدرت انتخاب را داده و ما میتونیم تصمیم بگیریم هر کاری دلمون بخواد بکنیم تا اون موقعی که بشریت برسه به اون حدی که اگر خداوند جلوش را نگیره اون موقع دنیا نابود میشه. به همین دلیل وقتی که نوح را صدیق پیدا کرد در برابر درگاه الهی، به همین دلیل نوح را نجات داد و همه حیوانات و همه انسان‌ها، و ما داریم در مورد میلیون‌ها میلیون آدم صحبت می‌کنیم، میلیون‌ها میلیون، همه اینها را نابود کرد. بعدن میبینیم در همین پاراشای هفته گذشته سدوم و عمورا به این صورت بود که مردم وقتی میرفتن توی صحرا و تخم میکاشتن، از این تخم 40 سال برداشت میکردن. چنین قدرتی بود در دنیا و نوشته شده در مدراش که اینها سنگ ها و جواهرات در زمین پیدا می کردن، احتیاج به پول نداشتن، ولی اومده بودن قانون گذاشته بودن که اگر کسی همراهی کنه یا مهمان نوازی کنه یا به یک فقیر یه تیکه نون بده، این شخص را به شدت مجازات میکردن. کما اینی که دختر لوط، برادرزاده ابراهام، دخترش اومد به یک فقیر کمک کرد و این دختر را گرفتن، عسل مالی کردن و گذاشتنش بالای پشت بام تا اینی که زنبورها انقدر اینا گزیدن و این دختر را کشتنش.
و وقتی که و این جوری هست که در تورا نوشته حکت ساکتا با آیلای، آیا این فریاد دختر لوط در اون موقعی که این زنبورها این را میگزیدن، چرا این فریاد زده و خداوند اومد حسابرسی کرد و دید که سدوم دیگه رسیدن به حد خودشون، نمیتونن از این حد بگذرن. به همین دلیل سدوم را که یک جای بسیار زیبا، رودخانه ها و گلستان ها و صحراها، همه اینها را گفریت و ملخ با گوگرد و آتش همه را زیر و رو کرد و همون یم ملخ بحر المیت که در نزدیکی ما وجود داره اینها را از دنیا نابود کرد. و همه این اتفاقاتی که در همه دوره ها، جنگ های جهانی اول دوم یا در هر دوره و دوره ای، ما میبینیم که قوم های مختلف از بین رفتن و همه این اتفاقات ناهنجار که در دنیا میفته، سیل های مختلف، قحطی های مختلف، زمین لرزه ها، آتش فشان ها، اینها زبان خاموش پرصدای الهی هست که داره به انسان ها میگه انسان ها شما دارید به راه اشتباه میرید، این صحیح نیست، ظلم نکنید، قتل نکنید، چپاول نکنید، برای سوء استفاده استفاده شخصی خودتون، بلکه بیایید کمک بکنید به انسانها، کمک بکنید به جهانها، بسازید این دنیا را. برگردیم سر نوح. خداوند به نوح فرمود و این خیلی جالب هست که در تورا نوشته شده تمام حیوانات نر و ماده، طاهر و غیر طاهر، خودشون با پای خودشون اومدن به پیش نوح. این حیوانات از کجا می دونستن؟ طاهر 7 تا و غیر طاهر 2 جفت اومدن به پیش نوح در درون این کشتی. و از کجا می دونستن که بیان به پیش نوح؟ از کجا می دونستن که به این صورت نجات می یابن؟ در کتاب های مقدس آورده شده که این حیوانات هم قسمتی از نفش، قسمتی از روح نوح بودن که اونها هم خطاکار نشده بودن و طاهر باقی مونده بودن. پس همه این حیوانات و همه کشتی نوح، فرزندانش و عروسهاش که در درون این کشتی بودند، از صبح تا شب اینها خسد می کردن، احسان می کردن به همه حیوانات، به این صورت که هر حیوانی ساعت معینی داره برای خوردن خودش، خوردن غذای خودش. و نوح و بچه هاش به این صورت از صبح تا شب، فکر نکنید که نشسته بودن اونجا با کامپیوتر میدیدن یا با آتاری گیم بازی میکردن، مشغول بودن به اینی که خسد بکنن، احسان بکنن به همه حیوانات.
و اینجور در مدراش نوشته شده که ابراهام آوینو اومد از نوح پرسید به زخوت شما چه کار کردید که نجات یافتید از این طوفان زمان نوح؟ و نوح میگه احسان کردیم، خست کردیم با همه حیوانات و به زخوت این نجات یافتیم. در میدراش اینجور نوشته شده موقعی که ابراهام این صحبت را از نوح شنید فوراً استدلال کرد و گفت اگر نوح اومده با حیوانات، با شیر، با پلنگ، با فیل، با زبرا، گورخر و حیواناتی که اصلا نمیشناسه اونها را و باهاشون کاری نخواهد داشت اومده احسان کرده و به این صورت نجات یافته، من میرم و با آدم ها احسان میکنم. و به همین دلیل رفت در درون صحرای بئرشبع، یک خیمه ای زد که 4 دروازه داشت که هر فقیری که میاد یا هر رهگذری که میاد مستقیم از شمال میاد وارد دروازه شمالی بشه، از جنوب میاد به همین صورت، از هر طرفی که میاد نبایستی که بگرده، مستقیم میومد در درون این خیمه ابراهام آوینو. و ابراهام آوینو اینجور که در آورده شده در رمبام و در کتابهای دیگر که ابراهام آوینو با اونها خست هست، خست فکری، بعدن خست هست احسان دهانی، بعدن هست خست جسمی و خست هست خست مالی و مادی. حال این را بفهمیم، آیا میدونید که مردم چقدر پول روانشناس ها و روانکاو ها، دکترهای روانشناس و غیره را میدن؟ چقدر مردم پول وکیل، پول مشاورت و انواع و اقسام چیزهای فکری را میدن؟ و ابراهام آوینو اونجا نشسته بود و از حکمت خودش به مردم به هر صورتی که اونها احتیاج داشتن کمک میکرد. و اینجور نوشته شده که ابراهام آوینو بزرگترین احسانی که کرد در اون دوره‌ای که همه بت پرستی میکردن و در راه‌های اشتباه بودن، عقاید و مزخرفات و خرافات در سرشون بود، حتی پادشاهانشون، ما میدونیم که نمرود با حضرت ابراهام آوینو بحث کرد و وقتی که ابراهام به اون ثابت کرد که خدایی وجود داره، امکان نداره که دنیا همینجوری الکی اومده باشه به دنیا، بیگ بنگ یا نمیدونم یک انفجار مختلف، چی شد؟ ابراهام آوینو با شخص عاقل، با شخص توانمند، با حکمت و منطق صحبت میکرد و با یک شخص که به اون صورت موهبات الهی را نداشت و عقل و دانشی نداشت، به اون کمک فکری، کمک دهانی، صحبت با نفر، با یک آدمی که گرفتاره و ناراحت صحبت کردن
و به اون کمک بکنه و راه درست رو بهش نشون بده. میبینیم در تورا نوشته شده که چجوری خود ابراهام آوینو بلند شد، دوید، رفت جلوی مهمانها و سعی کرد اوورد اونا رو در خونه، برای هر کدومشون یک زبان گاو اوورد، غذا اوورد، به استحمامشون کرد، براشون استراحتگاه داشت، بخوابید راحت باشید، وقتی که مسافرخانه بعدش به راه خودتون ادامه بدین. پول، بخشش پولی که ابراهام آوینو به دیگران میکرد. ابراهام ایش حخسد، ابراهام کاملا یک شخصی بود که احسان را در دنیا پرورش داد، بزرگ کرد. تمام زندگیش، تمام هر نفسش برای کمک به دیگران بود. و شما فکر میکنید که من اغراق میکنم؟ توجه بکنید در تفیلایی که ما هر روز سه بار در روز میخونیم، میگیم باروخ اتا هشم الوکینو ملخ الوکینو و الوکی اووتینو، الوه ابراهام، الوه یצחק و الوه یعقوب. خدای ابراهام، خدای یצחק، خدای یعقوب. و میگیم باروخ اتا هشم مگن ابراهام. زخوت ابراهام به این صورت هست که به توسط این احسانی که به بشریت کرد، به اشخاصی که اصلا نمیدونستن که خدا چیه. شما فکر نکنید که من اغراق میکنم، نگاه بکنید در هندوستان، ببینید که مردم چجوری جلوی گاو تعظیم میکنن، یا گاو میاد روی اینها رد میشه. میمون، از میمونها میان براخا میگیرن. در چین، در خاور دور، بت پرستی مماش به این صورت که بت را میپرستن، براش قربانی میارن. و ابراهام آوینو بزرگترین احسان را کرد که به اینها فهموند که خدایی در دنیا هست و خداپرستی را به دنیا آورد. و این برای ما درس بزرگی هست که ما ببینیم این همه یهودی در دنیا هستند و هر حرف تورا را که ما به یک یهودی دیگه یاد بدیم، بزرگترین احسان را در مورد اون انجام دادیم. یک داستانی برای شما بگم. چندی پیش در بر میتسوای نوه یک آقایی بودم، آقا و خانمی بودم که اینها میشه بله 45 سال پیش در ایران به مرحوم پدر من، و مرحوم پدر من در خیابون ایستاده بوده و این زوج مرحوم پدر من رو میبینن، میبینن قیافه روحانی. در ایران حتی گوییم ها هم جلوی پاشون میستادن و من بارها با ایشون خودم شاهد بودم، دیدم که میستادن و حاخام را میبردن از هر جایی که، از به هر جایی که میخواستن. و این آقا و خانم که یهودی بودن، حاخام را جلو پاشون میستن، حاخام کجا تشریف میبرید؟ و حاخام سوار ماشین ایشون میشه
و باشون صحبت میکنن و میگه که آیا شما بچه دارید؟ میگن بله، ما دو براخا بچه داریم. میگه خب این بچه شما مدرسه یهودی میره؟ میگن که نه، اونها خیلی مدرن بودن و دکتر بوده و اون خانم هم در دانشگاه درس میدادن. و هاخام به ایشون میگه که ببینید، بیاید شما این بچه تونو بیارید پیش من، هر روز جمعه بیارید پیش من و من به این عبری یاد میدم، الفبت یاد میدم، تورا یاد میدم. و اینا با کمال میل قبول میکنن و بچه را هر روز جمعه میووردن. و خیلی جالب بود که این الان اون دیگه بچه نیست، باروخ هشم پدر بزرگه، این بچه اون موقع چنون انسی میبنده به هاخام و با هم میخوندن، با هم یاد میگرفتن. و روز جمعه ای که میاند و هاخام به ایشون میگه که خب کجا میخواید برید؟ تشریف بیارید با ما غذا بخورین. میگن نه هاخام، ما روزای جمعه رسممون اینه که میریم رستوران. میگه کدوم رستوران؟ اون موقعی که رستوران کاشری نبود. میگن که نه، ما کاشر نمیخوریم. هاخام به ایشون میگن که خب من از شما، ببینید من از شما هیچ پولی نخواستم و نمیخوام، فقط میخوام به هم یه قول بدین، این بچه بچه شما نیست، این بچه منه. بشینن تام لوانه خواد، خداوند تلمیدیم را، شاگردان آدم را به عنوان بچهش حساب میکنه. یه این بچه منه، خواهش میکنم که به این بچه من غذای غیر کاشر ندید. شما خودتون میخواید بخورید بخورید، ولی به این ندید. اینا میگن که خب، میرن رستوران، بچه ها رو میزنن تو ماشین، غذا رو سفارش میدن. اینا میگن که خب وای دکتر، من دلم نمیاد اینا بخورم. دکترم نگاه میکنه میگه که بله خانم، منم نمیتونم بخورم، چجوری من بخورم؟ بچه‌ام توی ماشین گرسنه بمونن. میگن همونجا پا میشن میرن و از همونجا شروع میکنن به نگه داشتن کشروت. بعدن یواش یواش شبات را نگه داشتن و بعدن کلن اومدن مذهبی شدن. این آقای دکتری که به شما میگم که اون موقع کاملا بی ریش و بی کلا، امروزه ریششون بزرگتر از ریش من هست و چهار براخای بچه هاشون همشون در کلل هستن و بلی اینارا حدود 30 براخا بیشتر و بیشتر بشن انشالله، همه نواده ها همهشون توی تلمود تورا. ما داریم صحبت میکنیم که از یک نفر و از یک خسد کوچولو که اومدیم به یه نفر دیگه کمک کردن، با ماشین بهشون راید دادن، بهشون از مثل تاکسی مجانی بهشون دادن. ببینید مزکی شدن به چه چیزی که این همه خانواده، بچه ها و نوه ها همشون خداپرست و مذهبی و صدیق هستن. و اون بچه امروز یه راو بزرگیه که در یشیوه ها شعور میده. و این نکته ای که میخوام از سفر میشله بیارم که اینجور میفرماد، این ضرب المثلی که به فارسی میگن تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت
دهد باز. این در حقیقت پاسخ میشلی هست. میشلی حدود 2000 سال قبل از، شاید هم بیشتر از این، خیلی بیشتر از این، در میشلی اینجور حضرت شلومو ملخ میفرماد شلخ لخ میخا الپنه همایم، همین کلمه، همین شعری که گفتیم که به رو ویامیم تیمتا اینا. این سوالیه که من از خیلی حتی ربانیم پرسیدم در سراسر دنیا، ازشون پرسیدم که ببینید من سوال میکنم که چرا این شلومو ملخ که عاقل‌ترین فرد دنیا بود همچین مثال بدون نامنطق، اصلا منطقی نیست داره میگه. چطور؟ که داره میگه شلخ لخ میخواه الپنه همهاییم، یعنی من الان رفتم در نونوایی یک نان بسیار مطبوع، گرم، عالی، حالا فرقی نمی کنه بربری یا سنگک یا خلوت در دستم هست، کیکیم هست که اینو بخورمش. اومده شلومو ملخ به من میگه ببین میبینی این رودخانه را؟ نونتو بنداز روی این آب. و میگی که چرا؟ کی برو و یا میم تیمساینا، تو این نونه را او بعد از 20 سال بهت بر میگرده. ما میفهمیم اوکی، مثاله، خواسته به تو بگه تو نیکی بکن و در دجله انداز که ایزد یه روزی بهت خداوند اینو برمیگرده. ولی چرا همچین مثالی بزنی؟ مثال منطقی نیست. پاسخ این هست، شلومو ملخ خواسته به ما یاد بده وقتی که تو خسد میکنی، احسان میکنی به یه نفر دیگه، فرقی نمیکنه که تو این احسان را اصلا میفهمی، منطقیه برای تو یا اصلا غیر منطقیه، ولی خسد را به هر قیمتی که شده انجام بده، چون که بازده این خسد، این احسانی که تو میکنی الان داری انجام میدی، این ابدی هست، هیچ موقع از بین نمیره. این و به همین دلیل به این صورت اومده این مثال را زده. آره الان به نظر تو میرسه که من همچین هدیه، همچین قضا، همچین چیز بسیار گرانبها، ارزشمند را دارم و بیام این را ببخشم به یه نفر دیگه، اصلا نمیتونم این کارو بکنم. چرا این کارو بکنم؟ که پاسخ این هست، خسد، احسان خیلی بالاتر از منطق هست. و به همین دلیل همون جمله‌ای که باهاش شروع کردیم، اخ تو و خسد یردفونی، خوبی و احسان، خوبی پتانسیال هست، احسان عمله، به توسط عمل احسان تو اون خوبی را جنراتور بودی، جنریت کردی، پس این نابود نمیشه به هیچ عنوان. و پاداشی که تو از این خرس دیگه کردی انجام میدی، پس میگیری، غیر قابل تصوره. اینجا میخوام که باز یه داستان حقیقی برای شما بگم که یک شخصی بوده در آمریکا که یکی از این بازماندگان هالوکاست را، یک پیرمردی بوده که
از این اردوگاه های مرگ نازی ها نجات میابه و میاد به آمریکا. وقتی که در آمریکا بوده این هیچی نداشته، نه خونه داشته، نه پول داشته، نه لباس داشته، نه فامیل داشته، همه فامیلش را کشته بودن نازی های مخشمان و زیخرام. و این شخص میاد اون فرد را میگیره و میره در طبقه پایین خونش یک طبقه به اون میده و کاملا یه دستگاه آپارتمان به اون میده، تخت خواب، میز و لباساشا میآورده که خانمش میشسته. هر وعده غذا با اون سر سفره خودش میخورده و همه بهش رسیدگی میکرده، بهش دلداری میداده، صحبت میکرده. و این شخص دیگه حس میکنه که روزهای آخرش هست و میاد به پیش صاحب خونش و بهش میگه که ببین، من نمیدونم چقدر دیگه زنده هستم و من هیچ راهی ندارم که به تو این همه خوبی و احسانی که به من کردی به تو برگردونم. تنها قولی که به تو میدم اینه که اگر رفتم در عالم آتی، یعنی میگه به موقعی که فوت کردم، اگر به من اجازه بدن میام و به تو میگم که در اون دنیا چه خبر هست. صابخونه بهش میگه که ببین، من هیچ کاری نکردم، برعکس از تو خیلی ممنونم که به من این احسان را کردی که به من اجازه دادی که بهت با هم باشیم و همه اینا مال خداست، مال من که نیست. این پیرمرد بعد از چند روز فوت میکنه و تا یک ماه هیچ خبری ازش نبوده، تا اینی که بعد از یک ماه میاد در خواب این صاحب خونش و بهش میگه ببین، به من اجازه ندادن که هیچ چیز بگم، من نمیتونم هیچ اسراری اینجا فاش بکنم، ولی یه چیزا که من خودم شاهد بودم و به قول معروف با چشمای خودم دیدم اینه که اشخاصی که احسان میکنند جاشون، مرتبهشون در اون عالم قابل تصور نیست. کسی که احسان میکنه، کسی که خسد میکنه، اون در عوالم بسیار بالایی هست که اشخاص معمولی اصلاً دستیابی به اونجا ندارن. میاغار خسته خواه الوهیم و بنه آدم به چل کنافه خواه یخسایون. اشخاصی که احسان، صداقا میشه اون قسمت احسان به توسط پول. الو دواره میشه این لهم شیور. اینا هر روز ما در قبل از تفیلا در قربانوت میخونیم. چه چیزهایی هیچ حد و اندازه ای نداره. یکی از اونها هست گمیلوت خسدیم، اینی که احسان کردن. احسان کردن، صداقا دادن هیچ حد و اندازه ای نداره. که انسان کسی که بخواد خسد بکنه، احسان بکنه، هر لحظه زندگیش را میتونه در احسان و خوبی
و لطف به دیگران زندگی بکنه. و خیلی مهم هست، یکی از بزرگان اسرائیل به نام خزانیش چنین گفت، گفت خست متخیل من هبایت. ما خیلی از احسان ابراهام آوینو صحبت کردیم و میدونیم و همه خیال میکنن که ابراهام آوینو با تمام دنیا احسان کرد، خوبی کرد، نیکی کرد و نه با زنش، در صورتی که خزانیش به ما اینجور یاد میده، میگه برعکس، میگه اگر تو از درون خونه خودت احسان را شروع بکنی، که اینی که مرد به زنش کمک بکنه، وقتی میبینه خسته است، کوفته است، چی میشه بیای همراهی بکنی به خانمت ظرفا را بشوری، چی میشه؟ درسته تو دکتر یا میلیونر فلانی فلانی هستی، ولی این همسر توه، همجون توه، چی میشه اگر تو بیام کمکش بکنی ظرفا را بشوری یا زمین را باهاش بشوری؟ خسد شروع میشه در درون خونه. خسد اینطور میشه که یه نفر احتیاج داره الان یه چیزی رو بنویسه، خودکار دستته، خودکارت رو بدی دستش. خسد میتونه این باشه که طرف میخواد یه چیزی رو بخره، یه دلار کم داره، اوه یه دلار بگیر عزیز من جانم، این یه دلاره میلیون دلار ارزش داره. خسد اینه که تو داری تو راه میری، این راه تو هست، یه نفر رو میبینی احتیاج به کمک داره، همراهیش میکنی، بیا یکم زودتر جلوترت ببرم. و اگر ما فکر بکنیم، برنامه بریزیم، ببینیم که چجوری میتونیم به توسط فکر، به توسط صحبت، اینی که بیایم لبخند بزنیم به دور و وریامون، به همسرمون، به بچه هامون، نه که شب خیر، نه صبح خیر، چطوری؟ خوش رو بودن، طلبکار نبودن، تشکر کردن، قدردانی کردن، اینی که احسان میشه هر لحظه و لحظه آدم به یه نفر خوبی بکنه. احسان اینی که من فقط به فکر خودم نباشم، حتی اون تورایی هم که میخونم اگر من برای خودم میخونم اوکی، ولی اگر من برای همه قوم میخونم، اگر من قبل از اینی که میخوام بشینم و برای جامعه صحبت بکنم ساعتها فکرمو جمع بکنم، نوت بنویسم و بیام از گمارا، از تورا، از هلاخا، از داستان، از این احسانیه که دارم با دیگرون میکنم و بازداشت با چشم داشتی ندارم که کسی به من چیزی برگردونه، بلکه من شبیه خداوند میشه. این پیغامی بود که در این هفته فرستادم. تصور بکنید که ابراهام آوینو بریت میلا کرده، مرد 100 ساله، در اونجا نه بیمارستانی هست، نه دکتری هست، نه انتیبیوتیک هست، نه پنسیلین هست، نه دواهای سر کننده. روز سومش در آفتاب در بیابان برشبا سوسمار با پوست کلافتش اونجا میپزه و ابراهام آوینو
خداوند میاد به عیادتش و ابراهام آوینو میبینه این سه نفر را که به نظرش اومد عرب هستن، صحراگرد هستن، به خداوند میگه خداوندا خواهش میکنم که اینجا منتظر وایسا تا من برم رسیدگی بکنم به این سه تا عرب، برم غذا بهشون بدم، استحمامشون بکنم، رسیدگی بهشون بکنم و ابراهام آوینو با استیک درست بکنه. و یعنی ساعت ها فکرشو بکنید، اگر ما یک پرزیدنتی، یک میلیاردری رفتیم پیشش و اون شخص میخواد به ما یک کمک هنگفتی بکنه و ما همچین موقعیتی برامون باشه، آیا میایم به این ثروتمنده بگیم که آقا خواهش میکنم تو اینجا منتظر من باش تا من برم به این هوملسا، به این ولگردا کمک بکنم، بعدا بیام شما این چک تا امضا کن به من بده؟ هیچ موقع. پس چرا ابراهام آوین اون شخص عاقل، فقیه، فهیم همچین کاری ها کرد؟ بلکه موقعی که انسان به دیگری کمک میکنه و احسان میکنه، اون میشه مثل خدا، که خداوند داره به همه کمک میکنه، به همه قضا میده، به همه انرژی میده، به همه حیات میده و تا مخیه اتکل. تویی که داری همه را زنده نگه میداری. اگر من میخوام مثل خدا باشم و مثل هشم میرم و کمک میکنم و میدم، میبخشم به دیگرون، خیلی بالاتر از اینه که من با خداوند صحبت بکنم. و با این نکته ما شیعور امروزمون را پایان میدیم. به این با گفته گمارا شلوشا سیمانیم به اوما هزد، سه علامت هست برای قوم یهود. بیشانیم، خیلی خجول هستند، اشخاص پر سر و صدا و بخوان خود نمایی بکنن اینجور اشخاص نیستن، خجول هستن. بیشانیم، رحمانیم، رحیم هستن. و گملی خسادیم، و احسان میکنن به دیگران. مسلمه، من مطمئن هستم که در بین همه جامعه مقدس یهودیان ایران شاید من بایستی بیام ازشون یاد بگیرم. فقط این نکات را ذکر کردیم چون در این دوره و زمانه‌ای که بهای هیزم و عود یکیست، همه فقط و فقط به فکر خودشون هستن و به فکر اون صفرهای حسابشون هستن، و این بیاییم این فرصت را استفاده بکنیم و برای خودمون عوالم بسیار درخشان و پر از احسان خداوند برای خودمون و دوره‌های آینده خودمون خریدار باشیم. خزاک و باروخ و با برکت کهنیم יברכך ה' אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן.
بله.